آتش سوزی در صنایع پتروشیمی ایران. آتش از کجا زبانه می کشد؟ خرابکاری یا تجهیزات خراب؟ تجربه های تلخ و شیرین پناهجویان بر دیوار نمایشگاه هنری در استرالیا و کمبود قبرستان در کابل. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. نه آتش سوزی تنها در 5 ماه، زنجیره آتشی که تأسیسات نفتی و پتروشیمی ایران را فرا گرفته، این بار به جایی رسید که خود را قلب تپنده منطقه اقتصادی پارس جنوبی معرفی می کند. شرکت پتروشیمی موبین از مجموعه های صنعتی فعال در ناحیه‌ای که عده آن را بزرگترین میدان گازی جهان می‌دانند. این بار آتش سوزی چند فاز پتروشیمی عسلویه را از کار انداخت و سرانجام مهار شد. اما خاموش شدن آتش سوال‌ها را درباره سلسله این حوادث پایان نمی‌دهد. خرابکاری یا خرابی تجهیزات، فرضیه‌ها متفاوتند، اما هر کدام به نوبه خود تکان دهنده. جرقه این آتش را چه کسی میزند و چرا پاسخی درست درباره دلیل این حوادث اعلام نمی شود؟ امیر پایور گزارش میدهد. این نه اولین آتش سوزی بود و نه آخرین، اما تا اینجا بدترین. این پتروشیمی بوعلی سینا یکی از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی ایران است که در آتش می سوزد. این حادثه حدوداً 3 ماه پیش اتفاق افتاد. مسئولان محلی، استانی و دولتی به آنجا رفتند و همه از لزوم حفظ ایمنی و سلامت گفتند. ولی حادثه باز تکرار شد. هم در آنجا، هم جاهای دیگر. امروز نوبت پتروشیمی موبین بود در منطقه عسلویه. گزارش شده ایستگاه تقلیل فشار مجتمع آتش گرفت و 4 مصدوم به جا گذاشت. از جمله 1 نفر که 65% سوختگی دارد. آتش نهایتاً مهار شد. در 5 ماه گذشته 9 آتش سوزی کوچک و بزرگ اتفاق افتاده. اردیبهشت پتروشیمی تندگویان در بندر امام. 2 آتش سوزی دیگر در همین بندر در پتروشیمی بوعلی سینا. بعد خط اتیلن پل دختر آتش گرفت. پتروشیمی بیستون کرمانشاه قربانی بعدی بود. پالایشگاه آبادان در مرداد ماه. و باز 1 بار دیگر پتروشیمی بندر امام در همین ماه. فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در شهریور ماه و امروز پتروشیمی موبین. وزیر نفت ایران این حوادث را نتیجه بی اهمیت تلقی کردن ایمنی می داند. ما وقتی که تو دنیا میان خصوصی سازی می کنن، قبل از هر کاری میان واحدهای تنظیمگر یا رگولاتوری رو درست می کنن. اینا هم یه دفعه رفتن گفتن ما شدیم خصوصی یا خصولتی مشابهش اینا، و این اولین چیزی که پرداختن نپرداختن بهش HSU یا سلام بود. چرا؟ چون فکر کردن این واحد هزینه داره و اینا همش رفتن دنبال سود، گفتن این هزینه داره. تعمیرات واحداشون رو عقب انداختن، سرمایه گذاری برای اینا عقب انداختن، تحریم هم آمد به اصطلاح قوز بالا قوز شد، چون بعضی تجهیزاتی که میخواستن نمیشد به دست بیارن. بعضی از کارشناسان میگویند سالها تحریم و واردات تجهیزات بیکیفیت مخصوصا از چین باعث از کار افتادگی و خرابی در تأسیسات پتروشیمی شده. بعضی دیگر میگویند با تحریم یا بدون تحریم، فساد گسترده در مناقصه های خرید خارجی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی باعث شده حتی گاهی تجهیزات تقلبی از تأسیسات سر در بیاورند. در این میان احتمال خرابکاری سایبری هم مطرح شد. اینکه چطور همه این حوادث در تأسیسات پتروشیمی و آن هم در فاصله زمانی کوتاه اتفاق افتاده. بعضی ویروس استاکسنت را به یاد آوردند، ویروسی که به نرم افزارهای صنعتی تأسیسات هسته‌ای ایران رخنه کرد و سانتریفیوژها را سوزاند. سازمان پدافند غیر عامل این احتمال را بررسی کرد و گفت ویروس‌های صنعتی غیر فعال در تأسیسات پتروشیمی پیدا کرده ولی منشأ آتش سوزی‌ها نبودند. تأسیس و توسعه مجتمع‌های پتروشیمی جدید یکی از جذاب‌ترین مقاصد بالقوه سرمایه‌گذاری خارجی است. صادرات پتروشیمی یکی از بزرگترین منابع درآمد غیرنفتی ایران است و بعد از رفع تحریم به سرعت در حال افزایش. اگر آتش بگذارد. امیر پایور، BBC.
پنجشنبه گذشته لندن شاهد مراسمی نمادین برای یادآوری بحران پناهجویان بود. پیامی به دولت مردان بریتانیا برای پذیرش پناهجویان فراری از جنگ و خشونت. بریتانیا متعهد شده تا سال 2020 20,000 پناهجوی سوری را در این کشور اسکان دهد، اما این طرح با چالش‌هایی روبروست. فعالان حقوق پناهجویان روز شنبه هم تظاهراتی را در حمایت از پناهجویان برگزار کردند. فریبا صحرایی از مراسم نمادین برای یادآوری بحران پناهجویان گزارشی تهیه کرده. لندن، حاشیه رودخانه تیمز. نمایش صدها جلیقه نجات به یاد صدها هزار پناهجوی فراری از جنگ و خشونت. مادین که برای اعمال فشار بر دولت بریتانیا جهت پذیرش و اسکان پناهجویان برگزار شده. در حالی که لندن خود را برای تظاهرات سراسری حمایت از پناهجویان آماده می کند. تظاهراتی که بناست دو روز دیگر برگزار شود. مراسم امروز در واقع تلاشی است برای یادآوری این موضوع که اگرچه توافق ترکیه و اتحادیه اروپا جلوی قایق‌ها را گرفته، ولی بحران پناهجوها هنوز حل نشده باقی است. میلیون‌ها نفر در اردوگاه‌های لبنان، ترکیه و اردن گرفتارند. حدود 60,000 نفر هم در یونان بلا تکلیفند و گرفتار. این پناهجوها مایوس و ناامیدند و آینده مبهمی دارند. حدود یک سال بعد از مرگ کودک 3 ساله سوری در سواحل مدیترانه، تصاویر دلخراش مرگ او هنوز از خاطره جمعی جهان پاک نشده. کودکی که به سمبل بحران مرگبار پناهجویان تبدیل شد. وقتی که 10,000 نفر از مردم بریتانیا در تظاهرات گسترده لندن به خیابان‌ها آمدند و خواستار استقبال از پناهجویان شدند. ما پارسال تظاهراتی در حمایت از پناهجوها داشتیم و خواستار پذیرش پناهجویان بیشتری شدیم. دولت به خواسته ما جواب مثبت نداد، ولی متعهد شد 20,000 پناهجو بپذیره. روند کار خیلی کنده. تا الان فقط کمتر از 3,000 نفر پذیرفته شدند. البته مشکل اینه که بعضی مقام‌های محلی هم از پذیرفتن پناهجو خودداری می‌کنند. ما به تلاش‌ها برای فشار بر دولت ادامه می‌دهیم. پذیرش پناهجو از اردوگاه‌های مرزی در کشورهای همسایه سوریه البته خیلی مهمه. ولی خیلی از پناهجوها هستند که از خانواده‌هاشون جدا افتادند. مخصوصاً بچه‌های تنها در بریتانیا. دولت باید تسهیلاتی قائل بشه تا خانواده‌هاشون به اینها بپیوندند. طبق آخرین نظرسنجی جهانی در مورد میزان استقبال مردم از پناهجویان، بریتانیا در میان 3 کشور برتر دنیا قرار گرفته. آماری که نشان می‌دهد از هر 4 بریتانیایی یکی موافق پذیرش پناهجو در این کشور است. هرچند منتقدان می‌گویند عملکرد دولت و سیاستمداران با رأی مردم فاصله دارد. در کشوری که بعد از رفراندوم اخیر و بحران سیاسی پس از آن دوپاره شده، مخصوصاً بر سر موضوع پناهجویان. جهان امروز بیش از همیشه شاهد موج عظیم پناهجوها و آوارگانه. جمعیتی بیش از 65 میلیون نفر که به گفته مقام‌های سازمان ملل و فعالان حقوق پناهجویی نیازمند کمک و حمایت دولتان. برگزار کنندگان مراسم امروز هم امیدوارند که با این قبیل کارها بتونن مقام‌های بریتانیا رو قانع کنند که سهم بیشتری از پذیرش پناهجوها رو به عهده بگیرن. فریبا صحرایی، BBC، لندن. برخی از پناهجویان ایرانی و افغان که می‌خواهند مسیحی شوند می‌گویند از طرف پناهجویان مسلمان تحت فشارند. آنها شکایت می‌کنند که برای ادای فرایض دینیشان آزاد نیستند و گروهی از پناهندگان مسلمان با آنان بدرفتاری می‌کنند و حتی به مرگ تهدید شدند. مریم انصاری از برلین گزارش می‌دهد. کلیسای کوچکی در قلب شهر برلین، یکی از ده ها کلیسایی که مهاجران عمدتاً ایرانی و افغان به آنجا می روند تا مسیحی شوند یا اگر مسیحی هستند عبادت کنند. تنها در نیمه اول سال بیش از 500 نفر به این کلیسا مراجعه کردند و عده‌شان رو به افزایش است، چیزی که در سالهای گذشته سابقه نداشته. این پناهنده ها در کمپ هاشون برای کلیسا تبلیغ می کنن و هر بار آدم های جدیدی رو با خودشون میارن. ما خودمون هیچ تبلیغی نمی کنیم. بیشترشون هم ایرانی و افغان هستن. نان کفاف ما را امروز به ما بده. قرض
برای آنها کلاس‌های تعلیمات دینی و هفته دوبار کلاس زبان گذاشته می‌شود. همراه با غذای رایگان و یک روز در هفته هم صبحانه دست جمعی. ما روزه شنبه صبحانه که برای دوستان آماده میکنیم، من خودم ساعت 8 میام صبحانه آماده میکنم که دوستان ساعت 10 کلاس شروع میشه، چون بعد یه مقدار زودتر بیان یه چیزی داشته باشیم برای خوردن. و از دوستان خواهش کردم که هر کدوم هر چقدر که مایلن، بایدی نیست ولی هر چقدر مایلن بپردازن، و متاسفانه این هفته زیاد پول جمع شد. این پناهندگان اما بارها شکایت کردند که در کمپ‌های محل اقامتشان از سوی گروهی از پناهندگان مسلمان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. موضوعی که از سال گذشته در رسانه‌های آلمان خبرساز شد. کمپی که من بودم شاید بگم 300 یا 400 نفر تو محیط بودن. همه میدونستن من دارم میام کلیسا. منو خیلی اذیت کردن. به هر حال به من توف میکردن یا خیلی چیزای دیگه. بعض موقع توهین میکنن. میگن دینی تو بخاطر پول فروختی، دین تو بخاطر اقامت فروختی اینا. منم خیلی احتیاط میکنم، یعنی دینمو پنهان میکنم. اگه بگم من مسیحیم، خب ممکنه تو اونهای ما 3 نفر 4 نفر مسیحی یا 10 نفر مسیحی باشیم، خب با 100 نفر که نمیشه طرف شد. در هایم ها دوستان اجازه ندارن انجیل بخونن به خاطر اینکه دوستان مسلمان اونجا میدونن که اینا مسلمان بودن و حالا مسیحی میشن. یک سری با چاقو تهدید شدن، یه سری حتی زدن، درگیر شدن. آیا شما وقتی که میشنوید که این پناهجوهایی که میخوان تغییر دین بدن با مشکل روبرو میشن یا با تهدید روبرو میشن، میتونید براشون کاری بکنید؟ میتونید حمایتی ازشون بکنید؟ متاسفانه ما نه از نظر ساختمانی امکانی داریم که این عزیزان رو حمایت کنیم که بگیم خب حالا تو هایم نیستن میتونن بیان پیش ما یا امکانی در نظر بگیریم، ولی خواهر رزماری سعی کرده خانواده هایی پیدا کنه که مثلا دو تا از خواهرامون بودن که رفتن به خونه هایی که تونسته بودن یه مدت کوتاهی اونجا بمونن که یه مقدار امنیت داشته باشن. این تصور هم رایج است که پناهجویان تغییر دین را وسیله‌ای برای پذیرفته شدن پناهندگیشان قرار دادند. ولی معیار کلیسا برای تشخیص مؤمنان از آنها که به دنبال رتق و فتق امور پناهندگیشان هستند چیست؟ قبل از اینکه این افراد را به عنوان مسیحی بپذیریم و غسل تعمید بدیم، 6 ماه روشون کار میکنیم و تعلیمات دینی بهشون میدیم. هستن کسانی که خیلی عجله دارن و میگن باید سریع غسل تعمید بشیم. ما هم بهشون میگیم بهتره برین یک کلیسای دیگه. این تقدس خداوندی این رو طلب میکنه که یا باید کفاره داده بشه یا کلیسا در آلمان سالهاست که دیگر رونقی ندارد و جز در موارد خاص مثلا اعیاد پر نمیشود. خواهر روحانی میگوید که قبلا صندلی‌های بسیاری در این کلیسا خالی می‌ماند. حالا این پناهجویان هستند که شاید جانی تازه به کالبد فرسوده کلیسا بدمند. معتقدان به کلیسا عمدتاً آدم‌های سالخورده هستند، اما این پناهنده‌ها بیشترشون جوانن و اگه کلیسا بتونه جذبشون کنه و نگهشون داره، آینده خوبی در انتظار کلیساست. این که این پناهجویان پس از سالها ماندن در این کشور و آشنایی با فرهنگ و معیارهای امروزین جامعه آلمان چقدر به کلیسا و آموزش‌های آن پایبند بمانند، سوالی است که نه کلیسا و نه شاید خود آنها برایش پاسخ قطعی داشته باشند. مریم انصاری، برلین. گرچه بحران پناهجویان ناشی از جنگ سوریه بدل به معضلی انسانی در اروپا شده، اما استرالیا در 3 دهه گذشته چندین بار با این بحران روبرو شده. آخرین آن مربوط به اسکان پناهجویان در جزایر مانوس و ناوروس. به تازگی یک نمایشگاه هنری در شهر بریزبن به ارائه تجربیات پناهجویان پرداخته. همایون خیری سری زده به این نمایشگاه. در 4 سال اخیر چندین دولت در استرالیا با موضوع پناهجویان دست و پنجه نرم کردند. پناهجویان محبوس در جزایر مانوس و ناورو و گروه های حقوق بشری اینجا و آنجا در تلاش برای رهایی آنها. یکی از تازه ترین تلاش ها در اینجا، در یک نمایشگاه هنری در شهر بریزبن. یک مرکز هنری که با کمک های مالی دولت ایالتی کوینزلند اداره می شود، آثاری از پناهجویان سابق و فعلی و هنرمندان مستقل را با موضوع پناهجویی به نمایش گذاشته است.
ما یک دانشجو از دانشگاه کیوتی داشتیم که اینجا کارآموزی میکرد. از من پرسید آیا میتونیم یک نمایشگاه از پناهجویان هنرمند داشته باشیم؟ من گفتم البته که میتونیم. این کار ماست و با ارزش‌های ما هماهنگی داره. نمایشگاه رو انداختم و دعوتنامه ها رو برای همه فرستادم و گفتم هر اثری رو که بفرستن قبول میکنم. همونطور که میبینید کارهای بی نظیری دریافت کردیم و خیلی هیجان زده هستم از این مجموعه. من این نقاشی رو وقتی شروع کردم که با خانواده‌ام در لبنان بودیم. وضعیت در این نقاشی شبیه وضعیت مسیحیان سوریه است. حواریون پیش از به صلیب کشیده شدن مسیح درباره موقعیت اون گیج شدن. ما به عنوان مسیحی درباره جنگ سوریه گیج هستیم. چقدر طول میکشه و ما باید چه کار کنیم؟ آینده ما چه خواهد شد؟ این کار عنوانش است سسپندد، یعنی معلق. فرض مثال بچه ها توی کمپ مینس آیلند در نارو یک امیدهایی داره که یک روزشون در استرالیا بیاید. او امیدها هر روز بالا مره و هر روز پس به زمین میخوره. از جمله آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درآمده کارهای یکی از پناهجویان جزیره مانوس هست که توسط واسطه هایی تونستن این آثار رو به این نمایشگاه برسونن. کارهای شبیه این که به دو پناهجوی دیگر هم که در جزیره مانوس جانشون رو از دست دادن، رضا براتی و امید خزایی، اشاره شده. من خودم تجربه پناهجویی نداشتم. من همیشه میگم این رو که اینها فقط امید در دستشون بوده و هیچ چیزی به غیر از امید نداشتن. به اضافه اینکه چیزی که من فکر میکنم در مورد پناهجوها خیلی مهمه، اون فشاریه که جامعه مهاجر در اونها وارد میکنه، به این معنی که امکان داره که قضاوت بشن. در این نمایشگاه به موضوعاتی نظیر تجربیات پناهجویان زن آفریقایی درباره اجبار برای حجاب نیز اشاره شده است. هماین خیری، استرالیا. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کارزار انتخاباتیش را با حمله به لاتین تبارهایی شروع کرد که به صورت غیرقانونی در آمریکا هستند و کسانی که به امید پناهندگی به این کشور می آیند. صحبتهایی که بسیار جنجالی شد. در ادامه سفر در جاده 66، سام فرزانه به شهر آلباکرکی در ایالت نیومکزیکو رفته تا از نزدیک با جمعیت لاتین تبار این شهر صحبت کند، از مشکلاتشان بشنود و نظرشان را درباره فضای رقابت‌های انتخاباتی بپرسد. جشن سالسا در شهر آلباکرکی در ایالت نیومکزیکوی آمریکا، ایالتی که نزدیک به نیمی از مردمش لاتین تبارند، گروهی که یکی از اقلیت‌های عمده در انتخابات ریاست جمهوری اند با اولویت‌های خود. به نظر من لاتین تبار مهاجرت. من میخوام راه دیدن خانوادم باز باشه. من میدونم که بسیاری از برنامه های ترامپ برای جلوگیری از ورود اوناست. برای من مسئله شخصیه. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، وعده کرده که در مرز آمریکا و مکزیک دیوار بکشد تا جلوی ورود مهاجران غیرقانونی را بگیرد. اما قبل از ساخت دیوار میخواهد آنها که آمده اند را به خانه هایشان بفرستد. چون ما سر مرزیم، برای ما خیلی مهمه که اونایی که غیر قانونی اومدن به نحوی قانونی اینجا زندگی کنن. دو دختر مارتا اینجا به دنیا آمده و آمریکایی هستند، اما برای او که از راه بیابان و از بالای سیمهای خاردار از مکزیک وارد آمریکا شده، زندگی هنوز روال عادی ندارد. چیزی که من رو خوشحال میکنه اینه که دخترام اینجا به دنیا اومدن و با مشکلاتی شبیه به من روبرو نیستن. ما اوراق شناسایی معتبر نداریم. برای همین سخت‌ترین کارها رو میکنیم. باز هم به همین دلیل ترجیح میدیم تا میشه دکتر نریم. برای اینکه بیمه نداریم.
این کلیسا بر جاده 66 بنا شده و دفتر یک ائتلاف چند مذهبی است برای کمک به جا افتادن مهاجران در آمریکا. بخش عمده کار این گروه با مهاجران غیرقانونی است. نظراتی که ترامپ درباره مهاجران داره آسیب زیادی به جامعه مهاجران زده و اثراتش از مهاجران غیرقانونی فراتر رفته. الان برای پناهجوها و مهاجرای غیرقانونی این تصور ایجاد شده که در این جامعه کسی آنها را نمیخواد. صورت دیگر نگرانی از سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ. چند ماه پیش اینجا در آلباکرکی سخنرانی نامزد جمهوری خواهان به آشوب کشیده شد. هرچند به سختی، اما در جامعه لاتین تبارهای شهر میتوان طرفداران آقای ترامپ را هم پیدا کرد. ماریو برخلاف همسرش از طرفداران نامزد جمهوری خواهان است و مخالفت با آقای ترامپ را حاصل کار رسانه ها میداند. مدام آن تکه از حرفای ترامپ را که میگوید مکزیک بدترین ها و تجاوزکارهایش را به اینجا میفرستد را پخش میکنند. کل مفهوم حرفش را پخش نمیکنند که میگوید باید منافع آمریکا را در اولویت سیاست های ما قرار دهیم. چیزی که بیشتر از همه منو نگران میکنه میزان نفرتیه که به سوی ماریو میاد. یه جور برچسبه که میزنن و میگن اگه از اقلیت هستی حتما باید طرفدار دموکراتا باشی، که باعث میشه بسیاری از نقط نظرات پوشیده بمونن و شنیده نشن. لاتین تبارهای آمریکا مثل هر اقلیتی دیگر مخلوطی از عقاید و نظرات مختلفند، حتی اگر بپذیریم که بخشی از این نظرات تنها در حد چاشنی هستند. اسم شهرها هم روی نقشه نشان از گستردگی نفوذ لاتین تبارها در این ایالت دارد. همه اینها لاتین تبارها را به گروهی قابل توجه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل می کند. سام فرزانه، بی بی سی در آلباکرکی، ایالت نیومکزیکو. جمعیت روزافزون کابل علاوه بر مشکل مسکن، مشکل پیدا کردن غرب را هم به یک چالش تبدیل کرده. شهرداری میگوید که این شهر چند میلیون نفری 320 قبرستان دارد، ولی بیشتر آنها پر شدند. تاج‌الدین سروش از کابل گزارش می‌دهد. گور یافتن و گور کندن برای قبر کنان شهدای صالحین روز به روز سخت‌تر می‌شود. خانه ابدی حدود 300 هزار افغانه پایتخت نشین. در این آرامگاه که پیشینه طولانی 1300 ساله دارد، نام‌آوران فرهنگ و هنر افغانستان چون احمد ظاهر، غلام حسین سراهنگ و غلام محمد غبار خوابیده. اختر محمد 70 ساله از 30 سال به این سو قبر صدها پیر و جوان را در اینجا کنده است. نه در روز دو جنازه گور کردیم. روزی شده سه تا گور کردیم. روزی شده که دو هفته سه هفته هیچ کار نکردیم. هیچ کار نکردیم. دیگه یه عین از که تصویر کنیم. یک آدم از مسکین بیچاره است. میگه ندارم. اگه بریم یک از رو با بالا میگم میبولید خدا. روزگار ما بیشتر خیلی نداریم. در اینجا یک قبر از 10,000 افغان شروع تا به 50,000 میرسه، معادل 800 دلار آمریکایی. اگر خواسته باشین در شهدای صالحین از معروفترین قبرستان پایتخت زیر خاک شوین، یا ادیره خانوادگی داشته باشین یا زر و یا همزور. مرده در راه هست و قبر هم آماده. جنازه زن 60 ساله‌ای را که جانش را به سرطان داد آوردند تا در آرامگاه آبایی‌اش به خاک بسپارند. بازماندگان او نگران مرده‌های است خارج از خانواده، سرگردان دنبال جا در این گورستان. هم غمی از دست دادن اقارب، هم دغدغه حفظ خانه ابدی. ابداد اجدار ما به قواره شریر خریده، وقتی که جنازه و چیزی موجود تا که تعدادی که مثلا جای داره میگه ما دفن میکنیم و خود سرانه کسی رو نمیمانیم، چون قوالی شرعی داریم از خود ما. تنها این گورستان نیست که دامنش برای پذیرش آزادانه ای از دست رفتگان تنگ شده.
کابل 320 گورستان رسمی و غیر رسمی دارد، اما با آن هم پیدا کردن جای مناسب دشوار است. در اساس رشد نفوذی که در ایسامانه نظر گرفته شده، خبرسانه ایساعات کس به ایساعات اگر ما به صورت استاندارد یا به صورت معیارش میسنجیم اکتفا نمیکنه. اینو ما میپذیریم. لیکن در آینده پلان داریم که ما در ایساعات را که مد نظر گرفتیم، همین 4 به 4 سمت کابل، در اونجا در پلان کاری ما است که سایه خبرسان برای زمان نظر بگیریم. روزانه ده ها نفر بر اثر مرگ طبیعی و حادثات در پایتخت میمیرند که گورستان های کابل را لبریز ساخته. تاج‌الدین سروش، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.